مصاحبه با خانم هما ناطق در روز 11 فروردین 1363 برابر با اول آوریل 1984 در شهر پاریس فرانسه. مصاحبه کننده ضیاء صقی. خانم هما ناطق، میخوام از حضورتون تقاضا کنم که در شروع مصاحبه یه شرح حال مختصری از خودتون برای ما توصیف بفرمایید و درباره اینکه کجا به دنیا اومدید، چه تاریخی به دنیا اومدید، در چه خانواده‌ای و کجا تحصیلات کردید و از چه تاریخی وارد فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی شدید. بله، من در 1936 در رضاییه به دنیا آمدم، از یک خانواده پدرم خلاص پسر یک روحانی بود، یا روحانی اگر که بگیم یکی از مشروطه خواهان بود که به نام میرزا جواد ناطق، که شرح حالش توی کسروی و اینها هم هست. و مادرم هم از خانواده های خلاصه پسر پدر بزرگ من مباشر املاک خانواده مادرین بود و مادرم از اعیان بود و این وصلت به این صورت صورت گرفت که خب بعدم پدر من آمده بود اروپا و مهندسی خونده بود و برگشته بود و خلاصه اینها با هم دیگه ازدواج کردم. من در اونجا به دنیا آمدم، اما تحصیلات ابتداییم همش در تهران بوده. تحصیلات متوسطم باز در تهران، دانشگاه رو در تهران ندیدم. از دانشگاه و لیسانسم و دکترام رو در فرانسه گرفتم و مدت 13 سال مقیم فرانسه بودم. در فرانسه عضو کنفدراسیون دانشجویان بودم. در چه سالی بود؟ مال کنفدراسیون. از سال چه سالی شما اومدید به فرانسه؟ من از سال 1957 اومدم به فرانسه و درست رو انقلاب، فکر می‌کنم اوایل همون انقلاب 1968 فرانسه بود که بازگشتم به ایران و در این دوره اینجا گرایشات توده‌ای داشتم و اعتراف می‌کنم و شوهرم با نیروی سوم کار میکرد و من به علت اینکه او عضو جامعه سوسیالیست ها بود و اینها نمیتونستم مستقیم برم توی حزب توده، بنابراین از هوادارانی بودم که سرسختانه باشون همکاری میکردم در همه تصمیماتشون و گاهی و همینطور خلاصه در کنفدراسیون دانشجویی هم به نفع اونا رای میدادم و به نفع اونا کار میکردم. ولی اواخری که داشتم برمیگشتم به ایران، این جنبش نیکخواه اینا و جنبش چریکی شهری و چریکی نمیدونم ده و اینها چیز گرفت و عده زیادی از حزب توده در اومدن که من البته هیچ‌وقت عضو نبودم و مثل بسیاری از اینها به خصوص تحت تأثیر نه خودم، چون خودم از در تئوریک و اینا صفر بودم، با اینکه مقداری هم تو جسد گریخته کتاب‌های می‌خوندم ولی هیچی نمی‌دونستم، ولی تحت تاثیر دوستان من که رفته بودم به جنبش‌های چریکی در ونزوئلا ها و ونزوئلا و چین و اینها، تحت تاثیر اونها گرایشی پیدا کرده بودم به جنبش خلاصه چریکی در ایران، بدون اینکه اصلا کوچکترین مطالعاتی یا چیزی میگم عمیق داشته باشم که اینا از خود جسته گریخته نمیخوندم. یعنی در واقع اختلافی که بین چین و شوروی در اون سالها پیدا شد، چین و شوروی بدون این که اصلا بدونم که درست این اختلافات برتر چیه، اونها چی میگن، اینها چی میگن، اونها خلاصه تحت جو موجود انتخاب کرده بودم یکی از این گروه ها و در نتیجه چیزایی هم که میخوندم همین پراکنده بود، یعنی در جهت یک بینش یا در جهت یک نگرش و اینها نبود و اینها چیز خلاصه نمیدونستم اینا. بنابراین و با در رابطه مثلا با شوروی بدون چون و چرا، هم استالینیسم رو قبول داشتم هم لنینیسم رو قبول داشتم، هم نمیدونم کنگره 20 رو قبول داشتم، همه این حرفا و سمپاتی خلاصه خیلی زیادی به شوروی بدون اینکه حتی یک لحظه از نظر سیاسی بتونم فکر بکنم یا اینکه حتی راجع به تاریخ مملکت خودم گذشتید که اینا با ما چه کردن، حتی راجع به اینها نمیخواستم اصلا بیاندیشم.
این تنها چیزی که فکر می‌کنم من در این دوره نجات داد این رشته بود که انتخاب کرده بودم و که همین تاریخ ایران بود و رساله هم که فهم و چه شروع کرده بودم راجع به تاریخ ایران کار کردم، برای اینکه رساله دکترای من خودش در رابطه با سید جمال الدین افغانی و در چه یک دوره تاریخ ایران در قرن 19 هم بود و جنبش های مختلفی در ایران. فکر می‌کنم این سوال تا اینجا درسته یا بله یا باز ادامه بدم. من پس شما در واقع فعالیت‌های سیاسیتون رو در اینجا با کنفدراسیون آغاز کردید. شما با پرویز نیکخواه اینا هم آشنا بودید قبل از اینکه برگردن ایران؟ بله آشنا بودم با پرویز نیکخواه و برای اولین بار در فدراسیون انگلیس دیدم، اونجا باش آشنا شدم و خیلی هم اتفاقا شیفتگی داشتم برای اینکه این یه واقعیتی بود که این یکی از آدم‌های باهوش‌ترین در واقع آدم‌هایی بود که من بین دانشجوهای ایرانی دیده بودم و کمتر دانشجویی بود که مجذوب این هوش و طرز سخنرانی‌های او در فدراسیون‌ها نبوده باشه. من هم جزو اون دانشجوهایی بودم که خصوصا در این انتخاب گرایش به او داشتم و اینا. بعدم تا حدی که وقتی که رفت زندان و اینها و حتی اون نامه ها رو برداشت در به عنوان خود غلط کردم نامه هایی که برداشت نوشت و اینها، نه قبل از اینکه اصلا آزاد بشه اینها، در اینجا ما روزنامه نگاران رو بسیج کردیم، از جمله همین آقای اریک رولو رو بسیج کردیم برای خاطر اینکه بره و در محاکمه نیکخواه شرکت بکنه. چندین تحصن اعتصاب قضا رو انداخت و راه انداختیم و این آقای رولو رفت و یک سری مقاله در محاکمات شرکت کرد و یک سری مقالات خیلی مهمی در روزنامه لوموند در طرز دفاعی نیکخواه و داردستش چاپ کرد که اینجا خب بین دانشجویان ایرانی حقیقتا یک چیز عجیب برانگیخته بود، سمپاتی عجیب برانگیخته بود، برای اینکه در محاکمش نیکخواه مثلا از جمله میگفتش که امروز که شما دارین محاکمه میکنین خیلی اون روز به زودی خواهد آمد که شما پشت میزهای محاکمه خواهید ایستاد. خاصه دلیری او رو حتی سه شماره روزنامه لوموند شدیداً ستوده بود و اینا. تا حدی بود که وقتی که این اعتراض از افکارش برگشت و اینها، من هنوز در ایران اینو باور نمی کردم تا اینکه وقتی که از زندان در اومد مثلا در خونه حمید عنایت که یه شب دعوت بود و اینها، بله من به سراغش رفتم و بهش گفتم، یا یادم که بهش گفتم که من درست حالتی دارم که یه انسان دیدن یک معشوقه که داره میاد اونجور دلش میتپه در راه دلم میتپه که حتما تو اینا رو نگفتی، از ته دلت نگفتی، اینا رو تو زیر شکنجه وادار کردن که تو اینا رو بگی و اینا. خیلی هیجان زده و خیلی چه پاسخش گفتش که نه، با همون خونسردی همیشگیش برگشت گفتش که نه من اینها رو با از ته دل گفتم و ایمان داشتم به این حرفهایی که گفتم و بعد گفتم که میدونی که دوستای تو که از زندان در اومدن با رژیم همکاری میکنن، حتی گاه با ساواک هم همکاری کردن. گفت نه خیر، اونها هم بسیار آدمهای خوب هستن و حق دارن که این کار بکنن و با این حال میدونید من فکر میکردم که اینا رو از روی ترس میگه. و همون شب من اینم بگم که خاطره خیلی عجیب و اینکه شب دیر وقت از اونجا برنشتیم دست جمعی رفتیم توی یکی از این کافه های شمران نشستیم و اونجا این مقدار ویسکی خوردن چه سرش گرم شد. بعد یک دفعه برگشت گفتش که خیلی بدبختیه، میدونید چه بلا سر من در اومده. گفت وقتی من از زندان در اومدم من رها کردن، نه آمدم خونه و دیدم که دلم داره گرفت و اینا، آمدم توی خیابون قدم بزنم ولی من نمیدونستم که شهر تهران انقدر عوض شده و همه جا ساختمان‌های دیگر چیزهای دیگر هستن، از جمله پادگان جمشید آباد رو در کنار خانه من ساخته بودن و من نمیدونستم اینجا پادگانه. آمدم راه برم من گرفتم اونجا، بعد بردم توی پادگان، هرچی گفتم من نیکخواهم، امروز از زندان آزاد شدم، همه منو میشناسن، من پای سواک من میشه، هیچ کی باور نمیکردنم. گفت نیکخواه کیه؟ و من اون وقت فهمیدم که چه هدر رفته خواسته همه این سالها اینا. بعد خواسته چیز کردند و تلفن کردم به سازمان امنیت و بالاخره اونا گفتن بله ما اینو آزادش کردیم ولش کنید بره. بعدم میگفت الان، گفتم الان چه کار میکنید؟ در اثر مستی بود که برگشت گفتش که الان آمدم نوشتار خودم دارم سانسور میکنم. این جوابی بود که گفت در وزارت اطلاعات دارم کام کام نوشتار خودم. و با این حال میگم دیگه این تحت تاثیر این جو میخوام بگم که این همه چیز بود که ما باور نمی کردیم که این آدم خودشو مثلا فروخته باشه یا همکاری کرده باشه.
خانم مناطق، شما در زمانی که در اروپا بودید با کنفدراسیون همکاری میکردید و فعالیت سیاسی داشتید و به قول خودتون به طرفدار شدید حزب توده بودید. ولی چگونه شد؟ چه وسایلی فراهم شد وقتی که شما برگشتید ایران تونستید با چنین سوابقی در دانشگاه تهران استخدام بشید و اگر اشتباه نکنم به سمت دانشیاری؟ حالا من به شما بگم، من هیچ وقت عضو حزب توده نبودم. بله. و وقتی که برگشتم ایران دوره بود که آقای پروفسور رضا آمده بود به رئیس دانشگاه تهران شده بود و همراه با پاکدامن آمدم اینا، که ناصر یک سال زودتر از من استخدام شد، من یک سال دیرتر استخدام شدم از ناصر، آقای دکتر ناصر پاکدامن. بله بله. و یک دفعه خواسته طوری بود که در از اینجا ایشون استخدام کرده بودن، حتی به عنوان دانشیار و نه حتی استادیار، و پاکدامن رفت و شروع کرد به تدریس. سه ماه نگذشته بود که یک دفعه از سازمان امنیت یک نامه آمد که تدریس ایشون صلاح نیست و ایشون خلاص فعالیت، در حالی که ایشون هیچ وقت کمونیست هم نبود، عضو نیروی سپاه، و بعد اخراج بشه. اخراج پاکدامن همراه شد با بازجویی های ساواک. من اصلا دیگه وحشت کرده بودم که حتی تو دانشگاه برم درخواست بدم، هیچ امیدی که دیگه برم و اینا، برای اینکه این دفتم بازجویی ها ساعت 7 صبح، این هر روز این آقای عطارپور یا حسین زاده زنگ میزد و شما، یعنی یه چیز عجیبی بود، حتی مثلا میگفتش که بله فلان روز که رفتید خونه فلان کس خوش گذشت، یانم مثلا فرض کنید ما یک شب خونه آقای ملکی بودیم، صبحش این زنگ زد. بله زنگ بانک پاکدامن باشون کار میکردی بند، مثلا صبحش این زنگ زد، یا یک شب همین فیروز شیروانلو دوست نیکا بله. و فریده مثلا فرجام اینا خونه ما بودن، صبح این زنگ زد که مثلا دیروز که اونجا حال ترکی گفته من کاری ندارم. بعد آمد یه مقدار زیادی از خود، ما اونجا کتاب خیلی زیاد جمع کرده بودیم در تهیینه که مرتب میفرستیم. وقتی پاکدامن اخراج شد، آخرین بسته های کتاب ها که در حدود فکر کنم 300 جلد کتاب بود و توسط یکی از دوستانم پیش داد فرستاده شد به ایران، بله بله، این نرسیدن اینها هیچ کدوم، و بعد معلوم شد که اینها رو چی سواک گرفته اینها. بعد از این مدتی که خلاصه کار دوباره کار پاکدامن در دانشگاه با وساطت اینو اون درست شد و اینها، سازمان امنیت این کتاب ها رو آورد و پس تا در خونه خودمون، یعنی به این کتاب ها هنوز هست، روی جلد صفحه اول کتاب ها نوشته شده کتابخانه سازمان امنیت و اطلاعات کشور. بعد پروفسور رضا آمد به ایران، پروفسور رضا آمد به ایران و در اون زمان که کتاب من در فرانسه چاپ شده بود، یعنی درست همزمان بود که اون سال کتاب سید جمال الدین من که در فرانسه خود منتشر شد. بله. وقتی این منتشر شد رسید به دست دکتر نصر و نمیدونم اینا که هم مذهبی و اینا هم بودن و اونا اندکی خلاص سید جمال و فلان اینها، دکتر نصر به پدر من چیز داد که به فلان کس بگید که بیاد در گروه تاریخ دانشگاه ادبیات درس. ما هم که از کدوم بعد یک ملاقاتی هم که ما با ایشون داشتم اونها گفتم که این همچی چیزی حتی ساواک هستشون، گفت نه پروفسور رضا با سازمان امنیت کنار آمده و قرار شده این مغزهایی رو که میاره ساواک 24 ساعته به همه این چیزها به همه این کسان چیز بده، چی میگن کارت، یعنی اوکی بده که قبلا 3 ماه یا 4 ماه طول میکشه و اگر که در خلال کارشون اینها اخلال کردن اون وقت اینا رو اخراج کنه، یعنی یک تهدید قبلی بود دیگه به جای اینکه تهدید بعدی باشه. بدین سال عده‌ای از بچه‌های حتی نمیدونم توده یا مثل میر فندرسکی و مال چیزا اینا من و همه اینها استخدام شد، اما من هنوز سال اول هنوز تدریس نمی‌کردم که از یک نامی و اون وقت هم ماها رو هیچ کدومونم رسمی نکردن برای خاطر اینکه یک سال آزمایش بکنن از نظر اخلاقی، از نظر سیاسی، از نظر چه طبیعی بود که ما همه، من اصلا محیط ایران تجربه نکرده بودم، ولی طبیعی بود که هیچ حرف سیاسی نمیستم، یعنی مطلقا نه افکار چپی ارائه میدادم نه نمیدونم چه، خیلی هم ترسو و خیلی هم محافظه کارانه. سال اول که اصلا تدریس نداشتم و تاریخ عثمانی درس میدادم که اصلا ربطی به ایران نداشت، گزارشی رفت به اونجایی که ما میرفتیم پول میگرفتیم که در دانشکده پزشکی بود که سازمان برنامه داره میکرد که اون پول ماهایی که روز مزد بودیم خلاصه این چه اون در اونجا پرداخت میشد،
از اونجا خبر دادن که خلاصه یه گزارش رفته که فرانکس در اروپا با کیا همکاری میکرد. اسم همین آدم ها هم قطار بود اون وقت، اسم تمام اون دوستان من توی اون گزارش قطار بود. که حالا از حق نگذاریم، آقای دکتر نصر چندین بار اقدام کرد که این گزارش رو از اونجا در بیاره و مسکوت بذاره. بالاخره من صدا کرد و گفتش که من این گزارش رو فعلا به شکل مسکوت گذاشتم و اینا. روزی هم که من رفتم حقوقم رو بگیرم، اون کارمندانی که اونجا بودن که جوانهای بودن که من نمیدم، که گفتن که خانم ناطق دیدی گزارش رو اینجا، گفتم نه، گفتم ما به شما نشون، ولی من شخصا هیچ وقت اونو ندیدم و اینا، ولی تمام محتواش اون بچه هایی که حقوق من اونجا میدادن گفتن و اینا. و خب طبعا من تدریس نمیدادن بهم دیگه، یعنی من تو دانشگاه استخدام بودم، پول میگرفتم اما تدریس نمیکردم و این تنها کیس عجیب بود که در تمام دانشگاه وجود داشت. من توی اتاق نشستم تحقیق چند مدت طول کشید؟ یک سال به این شکل چه به هیچ حرفم نمیزدم، یعنی حتی به طوری که اون چهره استعمارگر در همون زمان بخش بخش توی جهان نو چاپ شده بود، هر کس به من گفت میگفتم من اون همای ناطق نیستم، اون یک همای ناطق دیگه است که اونها چاپ کرد. یعنی حتی تا این حد محافظه کارانه برخورد میکردم با چیزای اینا، افکار خودم. این استخدام من و بعد برای ادنه تنها من، برای عده دیگری که رضا استخدام کرده بود و اینها مشکلاتی پیش آمد که از جمله همین رئیس دانشکده هنرهای زیبا میرفندرسی بود که او از اعضای حزب توده هست و از فعالان خیلی مهمی حزب توده بود و اینها، که مرتب بحث بر سر او بود که اینو چرا آوردید و اینها، و او میگفتش که خب حالا استخدام رسمی که اینا نشدن، هر وقت اینا آمدن که چیز کردن روزمزد هستن اخراجشون میکنن. خب درنچه فندرسکی هم در همون حالت من باقی بود و اینا. دو سه نفر از امریکا آوردن که اونها هم همین وضعیت رو داشتن و اینا. با این حال خلاصه این اولین باری بود که یک فضای خلاصه چی میگن جوان و باز سیاسی بدون، اما چنان که خیلی ماها محافظه کارتر بودیم از استادهایی که در دانشگاه بودند و عقاید چیز نداشتند، یعنی ما ترسمون حتی میخوام بگم در اون اوایل بیشتر بود، برای خاطر اینکه با اون چیزی که مقدمه چیه که ما شما استخدام کنیم مگر ثابت بشه که خواسته شما کار خلافی کردید. به این شکل خواسته ما وارد دانشگاه شدیم. شما در چه تاریخی استخدام شدید؟ 48 بود میکنم. این به کتاب رو نگاه کنم که 48 بود. 47 یا 48. خب بعد از اون دیگه فعالیت های سیاسی و اجتماعی شما شروع شد یا نه؟ من هیچ فعالیت حزبی و هیچ فعالیت سیاسی نداشتم مطلقا با هیچ گروه سیاسی در اون سالها؟ در اون سالهای اول. اما شاید هم این از اینجا نشأت میگرفت که من چون محیط ایران رو نمیشناختم اصلا، نمیدونستم که چه نباید بگم، میدونید یک اشکال این بود. شاید من نمیدونستم که واقعا سانسور و اینها رو نمیدونستم در ایران به چه شکلی. حتی بچگی من لندن بودم، میدونید چی میخوام بگم، یعنی من مثلا دو تا سال متفرقه امتحان دادم. من 15 سالگی رفته بودم لندن، برگشته بودم، بعدم مثلا امتحان متفرقه 11 و 12 رو دادم. میخوام بگم حتی دوران کودکی من در ایران تجربه نکرده بودم. چه همه زندگی من خارج گذشته بود، در آزادترین محیط فرانسه با آزادترین کلاس ها و با آنچرا هم که خونده بودم کتاب های دانشگاه تهران نبود، کتاب هایی بود که در این محیط آزاد تدریس میشد. معلومات من جز اون نبود، من نمیتونستم از معلوماتی که دانشگاه یا ایران چیز میکردن استفاده کنم برای تدریس. خب طبیعیه به من یه درس خواهر، من رشتم قاجاریه بود، ولی مثلا آمدن اول یه تاریخ دادن عثمانی، طبیعی بود من تو اون جنبش های استقلال طرب نمیدونم، حتی جنبش دراویش نمیدونم، عثیان ها، خب اینها رو هم درس میدادم و نمیدونستم که اینها تدریس نمیشه در دانشگاه. یعنی صادقانه میگم که نه به خاطر عقاید پیشرو بود، بلکه به خاطر جهل من از موقعیت ایران بود که اگر که حالا
بعد تاریخ خاورمیانه رو دادن. خب تاریخ خاورمیانه پر بود از این جنبش های چریکی، به خصوص در رابط با سوریه، به خصوص نمیدونم با ادبیات معترض، نمیدونم جنبش بیداری اعراب، همه اینها رو من تدریس میکردم دیگه. و بالاخره آمدن تاریخ قاجار و قاجاری رو دادن، سه تا درس شد. خب من فقط اینو به شما میگم که فهم کنم که هستن، و بدون این که من خودم متوجه بشم، مثلا اون کلاسی که داشتم که راجعش 450 تا شاگرد داشت، و این من نمیدونستم اینا برای چی میان. بیشتر حتی گاه به ذهنم میرسید که نکنه درس من آسانه، یا مثلا درس من چیزه، چون دوره قاجاری است نمیدونم جنبش هاشی داره شیرینی داره. من در اون سال جهل من تا این حد بود که آمدم جنبش بابیه رو شروع کردم تدریس کردم در حدود 4 کلاس با عنوان قرة العین و بابیا و اینا. فقط اینو میخوام بگم که یک، هنوز هستن این نام ها. یک، به پدر من تلفن کردن باهایی ها، گفتن که به این دخترتون بگید که اگر یک بار دیگه راجع بابی یه چیز بکنه ما به مقامات شکایت بانک. و بعد از حالا علتش مال شیخیا بود که اتفاقا حالا اون نشون داد که چه جوری. بعد یک جزوه آمد رسید به دانشگاه از آقا، الان به شما الان اسمش یادم ابرانه، آقای شیخیها، خلاص جون بشه شیخی که مرده هم الان، بله، با خط و امضای خودش که خانم ناته اگر خواستی راجع به شیخیه و بابی درس بدی اینجور اینه، و کتابی هست مال مدرسه 14 همونو باید تدریس کنی، وگرنه ما تو رو به محاکمه خواهیم کشید برای اینکه تو مسئله ای رو داری ایجاد میکنی که این مسئله خوابیده برای مدت هاست و مسئله انگیز. میدونید من تازه اون وقت متوجه میشدم که خب مثلا در ایران یه همچین چیزایی را نباید گفت، نباید شما جنبش بابیه در تاریخ دست داد، نباید بشه با ما جنبش مترقی ایران. بعد مسلمان ها آمدن، مسلمان ها که خلاصه ما با گوجه پرنگی میزنیم زور روی هرچی باهایی اینجا خلاصه نابود میکنیم چنین بیه باردی. و من اولین اوتوسانسور و خودسانسوری بود که دوچاره شدم، و هیچ وقت دیگه در سالهای بعد، مگر سالهای بعد که رفتم امریکا و اسناد بابی رو اونجا دادم برگشتم، یعنی 1976 یا 77، دیگه راجع بابی یه درس ندادم. یعنی سانسوری بود که خودم در درس خودم ناگزیر شدم که بکنم دیگه. ولی خب رفته رفته من نوشته هایی که توی روزنامه ها اینا علیه، نه بخوام شروع کردم علیه، هرچقدر که بیشتر میخوندم سلطنت مثلا، همین از ماست که بر ماست که راجع به تاریخ ایران، نمیدونم راجع به این روشن فکران خود فروخت دست در طی تاریخ ایران، بعد همه کتابه های من خلاصه شروع کرد در این تحقیقات من در این زمین. این از چه سالی بود؟ اینها دیگه از سالهای 50 به بعد و اینها تمام نوشته ها، و به طوری که وقتی کتاب از ماسک بر ماسک چاپ کردم الان شما میتونید نگاه کنید تمام روزنامه کیهان و اطلاعات اون زمان نوشته که اینو از دانشگاه بیرون کنید. و یک عجیب این که مقاله چاپ شد از آقای سپانلو خیلی بزرگ با چیز، از آقای سپانلو شاعر، بله، که نوشته بود که خانم ناطق آیا دفاع از میهن وطن فروشیست و تو میخوای برای اینکه ولیعهد رو بکوبی، ولیعهد امروز ما رو بکوبی، چیز عباس میرزا رو بکوبی، هست اینا تو روزنامه چاپ شده با به اسم جا الان شاید رحم یاد چه که اسم همین عنوان اینه که یک اسم فلسطینی برای خوش گذاشته. بعد از آقای ناصر نجمی چاپ شد، از آقای اقبال چاپ شد، از آقای جان، 7-8 تا مقاله است که پشت سر هم، و اینکه اینو از دانشگاه بیرون کنید. بعد شروع کردن در دانشگاه، اول درس خاورمیانه منو حذف کردن، گرفتن از من، گفتن خاورمیانه دیگه نباید تدریس بشه، عثمانی را میگرفتن. و از مجموع درس های من فقط یک درس موند که این یک درس من بیشتر نمیدادم، بقیه دروس رو داشتم برای تزهای دکترا و فوق لیسانس که کلاس نداشت. من در لیسانس تبدیل شد به کلاسم به یک درس، و بقیه دروس اصلا خط زدن از درس دانشگاه، یعنی تاریخ خاورمیانه رو از دروس دانشگاه خط کشیدن. ممکنه برای من، برای ما توضیح بفرمایید شما چه چیزی راجع به شیخی و بابیه میگفتید که با تصویری که اونا داشتند
تطبیق نمی‌کرد و مورد مخالفت اونا قرار گرفت. این که بابیه اولین جنبش کمونیستی ایران بود. شما چجوری بابیه را اولین جنبش کمونیستی ایران؟ من میگم به شما چرا، برای خاطر این که جنبش بابی عالم می‌خواد، جنبش بابی اولین جنبشی بود که به نام مذهب علیه مذهب برخاست، به این مفهوم که علیه مذهب اول علیه روحانیت برخاست، در سوره‌ای که در اون که جزوه‌ای که به نام چیزی هم سوره یوسف هست، اون میگه که باب میگه که خلاصه حضرت علی به ادای مسئولیت کرد و علیه نمیدونم ظلم و جور برخواست، روحانیت امروز علیه روحانیت ایران برخلاف حضرت علی مانع پیشرفت و تمدن ایران هستند، مانع تماس ایران با پیشرفت ها و تمدن غرب هستند. یکی این بود. بعد جنبش دهقانی که در ایران در چیز میگه اولین جنگ مسلحانه در ایران بود، اولین جنگ جدی در ایران بود که قلعه شیخ تبرسی، تحصن قلعه شیخ تبرسی نشون میده، اولین مسئله توزیع ثروت در ایران بود که از زبان قرة العین میشنویم که میگه که وقتی که یک اصلا درست همون جمله مارکس داره میگه که وقتی که یک اکثریتی به این ثروت میرسن، اقلیتی به این همه ثروت میرسن، مفهومش این که اکثریتی باید همیشه در فقر باشن. پس امروز دادن مالیات حرامه، پس امروز روزه نماز حرامه، امروز خواندن قرآن حرام، اینا هست، من اتفاق دارم این چیزاشو، خواندن قرآن حرامه، روزه گرفتن حرامه، چیز حرامه، برای خاطر اینکه اینها تعلیمات روحانیت در قدرت، برای خاطر اینکه شما را از این برخواستن چیز کنه. بعد لوح باب هست که میگه که امروز هر مسلمانی که امروز خلاصه میگه که جمله از حفظ آوردم توی نوشتم، میگه که ای مسلمانان برخیز، میگه که خدا بود قبل از اینکه کلام باشه. پس بنابراین این خیلی حرف مهمیه تو بابی، میگه خدا بود قبل از اینکه کلام باشه، بنابراین این کلامی که امروز ما میگیم خلق شده خداست، پس و همینطور فکر ما، بنابراین من میگم که خدا عادله، اما بستگی داره که من در کجا قرار گرفتم میگم خدا عادله. اگر حاکم باشم عدل خدا رو برای سرکوب رعیت میخوام، اگر رعیت باشم میگم خدا عادله برای اینکه اون عدل بر سر مالک من بزنه. بنابراین مسلمانان، شما که در اکثریت هستید، برخیزید و برای گرفتن عدل خودتون از حکام ستمگر قیام کنید، نصرت و پیروزی با شماست. این لوح چیزی که خب قیامه، چیزی که نشون داد، که خراسان نشون داد، اصفهان نشون داد، نمیدونم چه، بعد انقلاب مشروطیت نشون داد که سران انقلاب مشروطیت حتی روحانیتش بابی بودن. روحانیت غیر بابی در سردر مشروطیت هرگز با از آزادی های دفاع نکرد. شیخ سید جمال واعظ بابی بود، ملک المتکلمین بابی بود، ستار خان شیخی بود، ثقت الاسلام شیخی بود، همینجور هر چقدر میرزا آخان که اصلا مال قبل اون قبلش بود، اصلا در مشقیام مشروطیت، در قیام مشروطیت. ولی من میخوام که اینجا یه سوالی از شما بکنم. شما که صحبت تقسیم ثروت و انبوه آدمهای بیچیز رو در مقابل طبقه مرفه یه جامعه که حاکمم هست، این مسئله رو با مسئله مارکسیسم و کمونیسم یکی میدونید، من میخوام خدمت شما عرض کنم اگه اجازه بفرمایید، که حتی من الان یک چیزی یادم اومد از انگلس که براتون توضیح بدم، که حتی او هم با چنین تصویری از مارکسیسم موافقت نداره. یعنی اینکه شما در مقدمه‌ای که هست در تاریخ آغاز مسیحیت، در اونجا یک پاورقی هستش که انگلس اشاره میکنه راجع به کشورهای مسلمان و همچنین اسم ایران رو میاره، البته او کلمه پرژیا رو به کار میبره و از مسلمان ها به نام اسلام صحبت، به نام محمدی ها صحبت میکنه و میگه در این جوامع همیشه قضیه از این قراره که یک اکثریت محرومی هستند و یک گروه کوچک اقلیت مرفه، و
اینها از نظر فرهنگی آدم‌های مهدی‌گرا هستند. بله، و این اکثریت محروم دنبال یک مهدی می‌گرده.